تخت جمشید قلب تپنده در آتش سوخته ایران است، سرزمینی سترگ با مردانی بزرگ که شب تاریک جهان را به انوار خدایی روشن می کند. سرزمینی اهورایی با فرهنگی سیار، زنده و پویا. من اردشیر دوم هستم. زمانی که در این مقبره مرمرین جای گرفتم مردی 86 ساله بودم. آیا این زمانی بود که تخت جمشید میبایست نابود میشد؟ آیا رویا دیدم که اسکندر شبی به این مکان آمد؟ آیا براستی یونانی ها جرأت کردند که به داریوش سوم حمله کنند؟ به اسرار قلب تخت جمشید دست یابند و فتحش کنند؟ آیا این یک رویا بود؟ یک کابوس؟ بله، یک کابوس بود. فکر می کنم 28 سال بود که من دنیای انسانها را ترک کرده بودم که در یک شب پاییزی، شبی همچون امشب، چیزی شنیدم. این روح سرگردان تائیس است که در شعله های آتشی که خود برافروخته بود می سوزد، در این دریای اشک و آتش. ویران کردن پرسپولیس ارواح اجدادمان را خوشنود می‌سازیم. دیری نپایید که اسکندر مقدونی فاتحانه به تخت جمشید وارد شد و مجسمه فرو افتاده خشایارشا را در برابر پاهای خیش دید. با حسرت و تأسف لختی در آن نگریست. آیا باید بگذرم و بگذارم تو به زمین افتاده باشی؟ تو را به احترام آن روح بزرگ و صفات نیکویی که داشتی برگیرم؟
اینک من اسکندر مقدونی سرور آسیا هستم. اینجا پای تختی با شکوه مقدس و ملی است. تا این عظمت پابرجاست، امید ایرانیان به زنده ماندن امپراتوری هخامنشی و نگهداری آیین‌های ملی ایرانی به جای خود خواهد ماند و هرگز اسکندر مقدونی را که من باشم جانشین امپراتوران خیش نخواهد دانست. شهر را ویران کنید. ایرانیان باید مرا به سروری بپذیرند. به سیاحت چه چیز آمده ای تاییس؟ دیگر از آن مجد و عظمت، آن شکوه و جلال تخت جمشید که پرده هایش چشمان مخمور تو را خیره می ساخت اثری نیست، اما اثر انگشت تو بر جای جای این ستون ها و سرستون ها پیداست. یا اراده تو بود که این معماری شکوهمند را به آتش کشی، یا تاریخ می‌خواست؟ آیا تو از تاریخ کینه‌توزتر بودی؟ سیاحت کن، بنگر، حسرت بخور، غبطه بورز و بسوز. تخت جمشید را دیگر آبادان نخواهی یافت. اسکندر جوان قدرت طلب نامجو به امید اینکه سرزمین ایران را هلنیزه کند، تسلیم شدگان را از دم تیغ گذراند، سپاهیان را به مسلخ برد، زنان و کودکان را به اسارت و بردگی کشاند، تخت جمشید را به آتش کشید و قنچه های یاس سفید را فدای هوس‌های جاه طلبانه خود کرد. شاید فرزندان ایشان دیگر کینه‌ای به مقدونیه نداشته باشند. داستان تاراج خزانه و سوزاندن کاخهای تخت جمشید از فصول تاریک تاریخ اسکندر است. اسکندر شهر را به سربازان خود سپرد تا هرچه می‌خواهند با آن و مردمش بکنند. تمام مردان از پیر و جوان از دم تیغ گذشتند و زنان و دختران
به بردگی افتادند و فروخته شدند. مقدونیان چنان حریص بودند که یکدیگر را می دریدند. اسکندر ارگ داریوش را برای خود نگه داشت. پس از ورود به کاخ داریوش، خزانه 200 ساله آن را برگرفت و از آن انبوهی زر و سیم به دست آورد که به 120,000 تالان نقره بالغ می شد، یعنی بیش از 400,000 کیلوگرم، و برای حمل آن 3,000 شتر و تعداد زیادی قاطر از شوش و بابل آوردند تا گنجینه را به جای امن منتقل کنند. Such was the case with Alexander the Great of Greece, but he finally managed to defeat the Persian Empire. این ماجرای اسکندر بود که سرانجام توانست امپراتوری ایران را منقرض کند. سرمست باده غرور یا سرشار از عقده حسد، هر چه بود، به انقراض یک امپراتوری بزرگ و ویرانی یک منظومه عظیم معماری انجامید که انسان در تمامی گستره تاریخ نظیر آن را نیافت. اینجا نقش رستم مقبره جمعی از مردان تاریخ است. در این صخره سترگ در دل این کوهستان شاهان هخامنشی خفتند، داریوش، خشایارشا و پسرش اردشیر. اینجا در دل این صخره خشایارشا به ما خواهد گفت که چگونه بر مدیترانه طوفانی تازیانه نواخت تا التهاب آن را فرو بنشاند. این کوه عظیم نشانه عظمت تاریخی یک امپراتوری بزرگ است. اینجا مقبره خشایارشا است. خشایارشا پسر داریوش کبیر و نوه دختری کوروش از آتوسا بود. 520 سال قبل از میلاد مسیح به دنیا آمد. در جوانی آیین کشورداری را از پدر آموخت و ورزیدگی یافت و یک چند فرمانروای بابل شد. با آنکه پسر بزرگ داریوش نبود، به احترام خون کوروش که از مادر در رگهای او بود و نیز شخصیت والای خود، ولیعهد پدر شد و در 486 قبل از میلاد درگذشت. هرودوت یونانی پدر تاریخ او را خوشندام‌ترین مرد آسیا نامیده است و از خلال روایات یونانیان که دشمن خونی او بودند به خوبی میتوان پی برد که هنر دوست، بزرگوار، مشورت پذیر، دانش پرور، خوش‌ذوق و دلیر بود. Thank you.
این نقش برجسته قدرت امپراتوری ایران و عظمت آن را در برابر امپراتوری روم نمایش می‌دهد. وان که به زانو در آمده است و جامه رومی بر تن و تاجی از برگ قان بر سر دارد و دست‌ها را ملتمسانه به سوی شاپور گشوده، فیلیپ امپراتور روم است که به درخواست صلح آمده است. آن که ایستاده و به رسم درباریان دست در آستین دوخته شده دارد، والریان است که در جنگ تن به تن گرفتار شد و گرفتن مچ او توسط شاپور آن را تایید می‌کند. صلیب نشانه گردونه مهر است. بر سینه کش این کوه فرمان روای هخامنشی در جامه پارسی و با کمان پارسی بر روی سکوی سپلدهی به نیایش ایستاده است و بر فراز او فروهر حلقه فرمان روایی را برای داریوش می آورد. بر سکوی زیر پای فرمان روا اورنگ شاهی توسط 30 تن از نژادگان قبایل مختلف امپراتوری به سوی خانه ابدی حمل می شود. نقش جبهه بالایی این صلیب پیکر تراشیده داریوش است که 2.70 متر ارتفاع آن است. با دست چپ کمان پارسی را به دست گرفته و با دست راست نیایش می کند. در برابر او آتش شاهی بر فراز آتشدانی روشن است. این آتش شاهی فرمان روایان هخامنشی است، چون بر تخت می نشینند آن را بر می فروزند و هنگام که مرگشان فرا می رسد آن را خاموش می کنند. بر دو شاخه میانی این تصویر نمای کاخی با 1 در نقش شده است که مظهر خانه ابدی و آن جهانی فرمان رواست و در اندازه و معماری شبیه کاخ اختصاصی او تچر است. این معماری مکعب که به نیایشگاه زرتشت شهره است در شهر پارسه توسط داریوش و از روی مشابه آن در پاسارگاد ساخته شد که کوروش ساخته بود. در این خانه 4 گوش منشورها و اسناد دینی و اوستا نگهداری می شد. بر فراز این خانه آتشی روشن بوده است که دیوارهای این کوه را روشن می کرده است. اینجا تخت جمشید قلب تپنده در آتش سوخته ایران است. سرزمینی سترگ با مردانی بزرگ که شب تاریک جهان را به انوار خدایی روشن می کنند. سرزمینی اهورایی با فرهنگی سیار، زنده و پویا.